اکنون از یکی مهمانان عزیز و قطران که از راه بسیار دور برنامه نگذاشتن تشریف آوردن خواهش میکنم تا پشت میکروفون تشریف بیاورن و تتشه که خودشان سرودن زمزمه کنن. بارو مهترهای سروری عزیز و گرامی تشریف بیاورن. من دخت خراسانم، گم شده در صفحات تاریخ قلابی که مدام تکرار می شوم، اما دیگر نه بیدار گشتم، آگاه گشتم. حاضرین گرامی و فرشته درود بر شما و هزاران درود و محبت الهی بر روان پاک شهیدان و مبارزین راه حق. البته این شیر از مشتقت و بنیاد رسالت تقدیم می کنم و جناب آقای خراسانی سپاسگزار هستم که منت گذاشتن و مرا دعوت کردن. نیمه تن زخمی ولی پرغرور، در سینه رسالت است مرا، در سر اندیشه ای ز عشق و آزادی، اما آسمانم بارانی، زمینم سر، در عمق درهایم خود. من در چاه سیاه با لباس از فرهنگ، نام و ننگ از صداهای زور و ستم، هر روز سلام شما را به خورشید می رسانم. مرا رسالت است، مرا رسالت است به تبلیغ سبز فردا. اما شب، در رنگهای ما ریشه بسته، تقویم ما سالهای سال به پلههای گذشته توقف کردن، برای دیروزها می جنگیم و فردا معنی ندارد. تکرار شوم همچون نره‌های سیاه درد. آه، ابراهیم اندیشه ها کجاست؟ تا بت‌های جهالت تب‌آلود معنها را بشکند. آره، رسالت است مرا، به وسط گرمای خورشید. من از بوی خون می ترسم، من از تجاوز به غرور می ترسم، من از اصالت واژه ها می ترسم. نمی دانم بدر فردایم را کجا ببرم، تا از این قصه های تلخ اندو در آرامش باشم و موریانه های و موریانه های اون میراث خور و پاهایشان زبانه نبندن. آه، که رسالت است مرا، با تراوت شمیم سحرگاهی. و من از شما میپرسم، مرا به جرم عشق و آزادی سنگسار نکنید، بدار میارزی پاهایتان را بگرید. تا کجا غرقید امیلهای تفسیر خوش را، القاویز خدا مکنید، در روی تخمه های تقدیر و قسمت نشسته تا آبستن شوید. این حضور شماست، آره، رسالت است مرا و شکوه فصل بهار. من از خشت خشت جانم کوچه از خشت می سازم، به برندای درخت آزادی جاودانه تکیه می زنم و با عشق ایمانم گلشن فردا را آبیاری می کنم. سپاسگزارم.